شهرستان بافق در فاصله 120 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان یزد و در حاشیه کویری مرکز ایران واقع شده است. بافق دارای آب و هوای بسیار گرم و رطوبت بسیار کم می باشد. معدن سنگ آهن چقارت در 12 کیلومتری شمال شرقی بافق واقع گردیده است. اکتشافات در منطقه بافق جهت بررسی و تعیین ذخیره معدن چقارت در سال 1341 شروع شد و از سال 1347 با مطالعات ژئوفیزیکی به مرحله بهره برداری و استخراج رسید.
ذخیره معدن 206 میلیون تن و عیار متوسط 75.5 آهن و 4% فسفر برآورد شده است و کانسار معدن از منیتیت و هماتیت تشکیل شده که عناصری از آکاتیت و گرفیت و تمام مکانیکی و با ظرفیت بالا در ایران مورد بهره برداری قرار گرفته است. این معدن از لحاظ کیفی و به دلیل بالا بودن عیار آهن و پایین بودن میزان فسفر در کل توده در نوع خود بی‌نظیر است و به همین علت بخش عمده‌ای از ذخیره آن بدون نیاز به تغلیظ و تنها با خردایش و دانه‌بندی نیاز ذوب آهن اصفهان را تأمین می‌کند. مراحل استخراج با عملیات حفاری و آتشباری انجام و به وسیله بیل مکانیکی بارگیری و انتقال سنگ آهن به وسیله دانتراک از معدن به سنگ شکن اولیه انجام می گیرد. معدن به بلوک‌های مشخصی تقسیم و سپس به وسیله دستگاه‌های حفاری پروماتیک ضربه‌ای و چرخش چال‌های با قطرهای 115 و 165 و 200 میلیمتری حفر و سپس عملیات آتشباری مطابق طرح انفجار انجام می‌گیرد. سنگ‌های حاصل از انفجار به وسیله شاول‌های با حجم بیل 5 و 7 متر مربع از جبهه‌های مختلف کار به کامیون‌های معدنی بارگیری و به انبارهای مخصوصی انتقال می‌یابد و سنگ آهن عیار بالا به بنکرهای کارخانه سنگ شکن با حجم 250 متر مکعب حمل می‌گردد. بر اساس طراحی انجام شده توسط مهندسین، 134 میلیون تن ذخیره بهره برداری برای تولید سنگ آهن دانه بندی شده قابل مصرف در کوره بلند ذوب آهن اصفهان با تولید سالانه 3 میلیون تن برآورد شده است. استخراج معدن به روش روباز و پلکانی به صورت انتخابی می باشد. ارتفاع پله‌های استخراج شده 12.5 متر می باشد. عرض جاده‌های داخل معدن 20 متر با شیب 8% و عرض پله‌های ایمنی 8-10 متر می باشد. شیب جزئی پله‌های نهایی 69 درجه و شیب کلی 48-53 درجه طراحی شده است. ارتفاع اولیه معدن 1280 متر بالاتر از سطح دریا و در حدود 1135 متری محیط اطراف قرار داشته و در حال حاضر معدن دارای 4 پله استخراجی است که بین افق‌های 1140 تا 1180 متر واقع در پایین‌ترین افق دارای 850 متر بالاتر از سطح دریا خواهد بود.
سنگ‌های ارسالی به کارخانه در سه مرحله به وسیله سنگ شکن‌های فکی و مخروطی درشت‌دانه و دو مخروطی ریزدانه خرد و سپس توسط سرندها به دو فراکسیون ادرومره بین 0 الی 10 میلی‌متر و کوره بلند بین 10 تا 15 میلی‌متر با شرایط فنی توافق شده با ذوب آهن اصفهان در انبارهای 35 هزار تنی به طور جداگانه انباشته و آماده حمل می شود.
آزمایشگاه شیمی. کنترل و نظارت کمی و کیفی بر تمامی مراحل خط تولید توسط بخش‌های جنبی از قبیل دفتر طراحی تکنولوژی آزمایشگاه شیمی و امور ایمنی سنگ آهن چغارت اعمال می‌گردد. سنگ‌ها به وسیله شاول به واگن‌هایی با ظرفیت 55 تنی بارگیری و توسط راه آهن به مراکز مصرف انتقال می‌یابد. در جهت هرچه کامل تر شدن طرح توسعه مجتمع مدنی سنگ آهن چغارت،
شرکت سهامی خاص معادن سنگ آهن مرکزی ایران جهت استفاده بهینه از معادن غنی سنگ آهن منگنز، دولومیت و آهک منطقه بافق در نظر دارد با توجه به وجود امکانات زیربنایی مناسب در منطقه یک واحد آگرومناسیون با ظرفیت 2.4 میلیون تن احداث نماید. طرح توسعه معدن سنگ آهن بافق. مجتمع سنگ آهن چغارد شامل معدن سنگ آهن چغارد و معدن جدید سه‌چاهون. معدن سه‌چاهون در فاصله 35 کیلومتری معدن چغارد قرار دارد. ذخیره سنگ آهن قابل استخراج معدن بالغ بر 105 میلیون تن برآورد شده است که قبل از استفاده در صنایع فولادسازی کشور نیاز به فرایند تغلیظ دارد. مهمترین اهداف پروژه طرح توسعه مجتمع معدنی سنگ معدنی چغارد عبارتند از ادامه تولید سالانه 3 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی شده خوراک ذوب آهن اصفهان، افزایش تولید مجتمع سنگ آهن چغارد از 3 میلیون تن تا 6.2 میلیون تن در سال، افزایش عمر مفید مجتمع سنگ آهن چغارد طبق خط تولید طراحی شده در طرح توسعه کان سنگ آهن پرفسفر و کم عیار استخراج شده و یا سه‌چاهون با ابعاد حدود 1000 میلیمتری پس از خردایش توسط سنگ شکن فکی با دانه بندی کوچکتر از 300 میلیمتر توسط نقاله مستقیما از سنگ شکن به محوطه انباشت و برداشت جهت اختلاط مواد همگنسازی منتقل می شود. انباشت توسط دستگاه استکر انجام می گردد. سپس به وسیله ری تایمر و نوار نقاله کان سنگ برداشت شده به سینی با ظرفیت 2000 تن حمل و از آنجا به وسیله خوراک دهنده لرزان به آسیاب خرد شکن جهت آسیاب تا ابعاد 1 میلیمتر خوراکدهی می شود. آسیاب خرد شکن در مدار بسته با سرند لرزان روزانه 1 میلیمتر کار می کند. سرریز سرند به عنوان بار در گردش به همراه بار اولیه به آسیاب برگشت داده شده و تحریز آن که ماده معدنی کوچکتر از 1 میلیمتر می باشد جهت پرعیارسازی به جدا کننده مغناطیسی در 2 مرحله انجام می گیرد. محصول پرعیار مرحله اول جهت فراوری مجدد به جدا کننده های مغناطیسی دوم خوراکدهی می شود. محصول این بخش از خط به عنوان کنستانتری آهن جهت آبگیری به بخش فیلتراسیون منتقل و باطله 2 مرحله جدا کننده مغناطیسی پس از عبور از مجموعه هیدروسیکلون به منظور تنظیم بار ورودی افزایش و میزان جامد درپال به جدا کننده مغناطیسی جهت استحصال مواد مغناطیسی منتقل می شود. محصول پرعیار این مسیر نیز جهت آبگیری به فیلتر انتقال داده می شود. کنستانتری آهن توسط نوار نقاله از بخش فیلتراسیون جهت ذخیره سازی به محوطه انباشت منتقل و از آنجا به ایستگاه بارگیری هدایت خواهد شد.